طبق آخرین خبرها یک ایرانی در حمله تروریستی دیشب به فرودگاه استانبول جان باخته است. دو نفر هم متاسفانه زخمی شدند. آمار قربانیان سه حمله انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول 36 کشته و حدود 150 زخمی اعلام شده. بامداد امروز بعد از یک سری تیراندازی بلافاصله دو حمله انتحاری پی در پی فرودگاه بین المللی آتاتورک را لرزاند. یکی از عوامل انتحاری قبل از انفجار کمربند انتحاری خود هدف گلوله پلیس قرار گرفته بود. رسانه ها از بازداشت مهاجم چهارم در محل حادثه خبر دادند. اما جستجو برای یافتن چهار مهاجم دیگر که در این عملیات مشارکت داشتند ادامه دارد. پس از انفجار در فرودگاه آتاتورک، اردوغان با نخست وزیر و فرمانده ارتش نشست اضطراری تشکیل داد و نخست وزیر ترکیه هم بلافاصله به استانبول رفت. بیشتر قربانیان شهروندان ترکیه هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور داعش را مسئول این انفجارها دانسته. در روزی که قرار بود کام مقامات ترکیه شیرین شود، کام مردم تلخ شد. با سه انفجاری که جان 36 نفر را گرفت و 147 نفر را راهی بیمارستان کرد. یک انفجار اینجا در پارکینگ فرودگاه و دو تا هم در سالن پروازهای خارجی. این تصویر نشان می‌دهد فردی که با گلوله پلیس زخمی شده چگونه کمربند انتحاری خود را منفجر می‌کند. و یک نفر هم اینجا هنگامی که مسافرین در حال فرار هستند. جزئیات این حمله از سوی نیروهای امنیتی مشخص شده. عامل آن سازمان تروریستی داعش است. تحقیقات درباره هویت کشته شدگان و احتمال وجود اتباع خارجی آغاز شده. از مردم ترکیه میخواهم برای مبارزه و نابودی تروریسم وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند. از سال 2008 تا کنون بیش از 17 حادثه تروریستی در شهرهای بزرگ ترکیه رخ داده. پیش از سه انفجار آنکارا و استانبول، سفارت آمریکا به شهروندانش همواره هشدار داده بود. این بار هم روز گذشته پایگاه اینترنتی سفارت آمریکا در آنکارا این هشدار را منتشر کرد. رئیس جمهور ترکیه هم این اقدام تروریستی را به شدت محکوم و پس از جلسه اضطراری با نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح بیانیه‌ای منتشر کرد. سیاست خارجی ترکیه در حال پوست انداختن بود و سرخوش از آشتی منطقه‌ای، از یک سو با روسیه و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی. در حالی که همه امیدوار به بازگشت گردشگران و رونق اقتصادی به کشورشان بودند، فرودگاه استانبول، دروازه ورودی ترکیه هدف قرار گرفت. حالا با این رخداد، چمدان‌هایی که به مقصد استانبول بسته شده بود، احتمالاً دوباره باز شوند. شاید گفتگوی تلفنی اردوغان و پوتین رؤسای جمهور روسیه و ترکیه بتواند کورسوی امیدی را برای صنعت گردشگری ترکیه باز کند. اما از آن طرف، حادثه دیشب استانبول شاید تمامی رشته ها را پنبه و امیدها را ناامید کند. مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا. با آقای قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه ارتباط ما برقرار شده. آقای قشقاوی سلام، درباره آخرین وضع ایرانی هایی که در استانبول بودند برای ما توضیح بدین. الان وضع اتباع کشور ما چطور؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز این بخش خبری سلام عرض میکنم. لحظات پیش با جناب آقای مرتضی فر، سرکنسول محترممون در استانبول، تماس تلفنی داشتم. متاسفانه در حادثه تروریستی شب گذشته فرودگاه آتاتورک استانبول یک نفر از هموطنان ما جان باخت و سه نفر مجروح شدند. از این سه نفر دو نفرشون الحمدلله سرپایی مداوا شدند، یک نفرشون نیاز به عمل جراحی داشت که صبح امروز این عمل جراحی موفقیت آمیز انجام شده. آقای سرکنسول در معیت معاون استاندار استانبول در بیمارستان از ایشون لحظاتی پیش عیادت کردند و خوشبختانه حال ایشون هم خوبه. بنابراین غیر از این یک کشته و سه مجروح ما دیگه گزارش دیگه‌ای تا الان نداریم، انشاءالله هم فکر میکنیم نداشته باشیم و احتمالات مثلا بیشتر، آمار بیشتر خیلی خیلی ضعیفه، چون از لحظات اولیه کنسولگری ما، سرکنسولگری ما در استانبول پیگیر بود و لحظه ای با مقاماتشون در تماس هستن. آقای قشقاوی، با توجه به حوادث پیش اومده چه تدابیری برای سلامت هموطنان ما اتخاذ میشه که دیگه از این حوادث برای هموطنان اتفاق نیفته؟ خب استعدار دارید این گونه حوادث عامه، یعنی فقط برای هموطنان ایرانی نیست، برای بقیه هم هست.
معمولا باید خب حادثه تروریستی خبر نمیکنه، ولی همواره به هشدارهایی که داده میشه به ویژه از سوی خود مقامات ترکیه و بقیه باید عنایت بشه. به نظر من این کار صورت میگیره، همین که پروازها از دیشب لغو شده، حالا امیدواریم به زودی با عادی شدن وضعیت برقرار بشه. راهی غیر از همین توجه به هشدارهایی که هر از چندگاهی داده میشه، راهی غیر از این نداریم. و متاسفانه حوادث تروریستی هم خب از قبل خبر نمیکنه، همیشه نیازمند به هوشیاری است. متشکرم آقای قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه.